یعنی شش هفت خواستگاری های اخیرم به خاطر این خجالتی بودنم به هم خورد. آخه میان یه دسته موز جلوت میذارن، بعد بابای طرف میگه خجالت نکش آخریشم بخور. آره تصمیم گرفتم سنتی ازدواج کنم، از اونا که عروس و داماد تا قبل از عقد اصلا هم دیگر ندیدن. آخه هر جور حساب میکنم اگه طرف قبلش منو دیده باشه اصلا ممکن نیست با من ازدواج کنه. تکیه کردم بر وفا. یه چیزی میگم، اگه غیر از این بود بیا توف کن تو صورت من. اگر جمله ببین رفیق وجود نداشت، نصف محتواهای این استا وجود نداشت. اگه غیر از این بود بیا ببین رفیق. اونایی که فلان قسمت یاغی رو ندیدن و زهرمار چورو شدن رو بردیدی هر استوری باز بکنی. اونایی که بلان بسته بیا 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 بیا. میدونستید پنگوئن نر تا وقتی که جفتش پیشش نباشه و تا وقتی که جفتش پیشش برنگرده هیچی نمیخوره؟ وقتی هم که جفتش بمیره دیگه اصلا به هیچ پنگوئنی نگاه نمیکنه. اسکله دیگه، ندیدید چجوری راه میره؟ شما اگه میخوای بدونی اوضاع مملکت چقدر بده بزن اخبار صدا و سیما. اگه دیدی داره جنگلای کالیفرنیا یا آمریکا رو نشون میده که داره میسوزه بدون اوضاع بده. ولی اگه دیدی یه دست نهنگ خودشونو به فنا دادن بدون که دیگه اوه. من فامیلو بلاک میکنم ولی تو ازدواج فامیلی میکنی. آره رفیق ما مثل هم نیستی. یه بار مامانم از داییم خواسته بود بیاد غیر مستقیم به من بگه سیگار نکشم. بعد دایی یه بار اومد پیشم گفت که رنگ مورد علاقت چیه؟ گفتم سبز. یکی خوابون تو گوشم گفت دیگه سیگار نکش. خیلی غیر مستقیم بود. خیلی. من اونجایی شکستم که دیدم پدرم با موی سفید و عینک داره جدول حل میکنه و برای حیوان دو حرفی و بیفایده اسم منو تو دوتا مربع بزور جا داده. داشتم تو همون آواز میخوندم بابام اومد در زد گفت دمت گرم پسر، عجب صدایی داری، صدات مثل دارو میمونه. گفتم بابا مسخره میکنی ما رو؟ گفت نه بابا جدی میگم، یوبس بودم خوب شدم.